به نام خداوند، درود بر همه. یک، نتایج انتخابات ریاست جمهوری افغانستان اعلان شد، اما این انتخابات بیش از آن که یک انتخابات بوده باشه یک همه پرسی بود و رفراندومی برای تشخیص میزان محبوبیت سیاستمداران افغانستان و بازنده اصلی آقای غنی بود. افغانستان 35 میلیون نفر جمعیت داره، 12 میلیون نفر کارت رایدهی گرفته بودند و نهایتاً 1.5 میلیون نفر اشتراک کردند. با تمام سوء استفاده‌ای که آقای غنی از موقعیتش به عنوان رئیس دولت کرد، پول بیت المال را حراج کرد، نهایتاً با کسر آرای تقلبی توانست 600 هزار رای بگیره، یعنی چیزی کمتر از 5% کل آرای واجدین شرایط رایدهی. آقای غنی که با تبلیغات کذایی گوش فلک کر کرده بود، باید بدانه که از 35 میلیون نفر جمعیت این سرزمین فقط چیزی کمتر از 2% به او اعتماد کردن. یعنی مردم افغانستان در این همه پرسی و رفراندوم میزان محبوبیت او را مشخص کردن. دو، نتایج ابتدایی است. جناب رئیس، در این مورد توجه شما را میخواهیم. نتایج ابتدایی است. آن 300 هزار رأی غیرقانونی به جایش، فقط با باطل شدن 12 هزار رأی انتخابات به دور دو میره. آقای غنی بر اساس کدام قانون، در حالی که نتایج ابتدایی است، در ارگ ریاست جمهوری محفل پیروزی برگزار میکنه و سخن از 5 سال حکومت آینده میزنه؟ سه، خطاب به کمیسیون شکایات انتخاباتی میگم، چشم تمام مردم افغانستان و دنیا اکنون به شما دوخته شده که چی میکنین؟ آیا مانند کمیسیون انتخابات با متقلبان و متقلب اعظم همراه میشین یا نه؟ خدا و منافع ملی را در نظر گرفته و نتیجه واقعی آرای ملت مظلوم افغانستان را اعلان میکنین. با فروتنی، حبیب الرحمن پدرام هراتی.